قدم اول مهمه خیلی هم مهم. میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته. برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید. همه رازهای مهاجرتی در TMTV. تی خانم آقایان سلامی گرم و دوردی بی پایان بر تک تک شما عزیزان در هر جای دنیا که هستید مخصوصا عزیزانی که این برنامه را از ایران می‌بینند همونطوری که می‌دونید برنامه‌ای کلاس‌های مهاجرت به ایالات متحده رو ای کمی عوضش کردیم و کاری که انجام دادیم در هر کلاسی در مورد یک مسئله صحبت می‌کنیم کلاس‌های دانشجویی کلاس‌های سرمایه‌گذاری کلاس‌های مهاجرت به ایالات متحده طریق خانواده یعنی یا کسایی که یا گرین کارت،, کارت دارن که می‌خوان که در مورد بدونن یا کسایی که سیریزن آمریکا هستن و گرین کار دارن برای خانوادهشون اقدام کردن ام این کار رو انجام دادیم که اشخاص بتونن که بیشتر تمرکز کنن و بیشتر جواب سوالاتشون رو در هر ام نیم ساعت یا یک ساعت برنامه که اجرا میشه پیدا بکنن رو حساب عزیزانی که ممکنه که دانشجو باشن این برنامه این ساعت برای سالهای دانشجویی نیستش برنامه ها رو در طول روز هم روی وبسایت تی ام هم روی فکر کنم که در طول روز برای زمانی که تبلیغا میشه یک نشانم نشون میدن که در چه ساعتهایی برنامه های کلاس های مهاجرتی برای هر قسمتی هستش سال امروز ما رو آقای آرش میپرسن آرش میگه که 31 سالم از شیراز و مجرد مدرک فوق لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه شیراز با معدل 18 و چندین مقاله داخلی و بین المللی و دو سال سابقه تدریس در چندین دانشگاه و دارای 5 سال سابقه کار در یک شرکتی که اسمشو نمیبرم پدر و مادر بنده دارای گرین کارت آمریکا فرم 130 را برای من پر کردن این فرم 130 چیه این فرم 130 را خیلی میشناوید فرم 130 فرمی هستش که <coughs> هر کسی که سیتیزن یا گرین کارتی آمریکا هستش و بخواهد برای یکی از فامیلش که ایالات متحده اجازه داده که یک گرین کارتی و سیتیزن بخوان اقدام بکنن اقدام بکنه فرم 130 رو میفرسته یعنی چی کسانی که گرین کارت آمریکا رو دارن میتونن برای همسرشون یعنی مستقیم در یک لول و فرزندان مجردشون اقدام بکنن پس خودشون و نسل بعدی فرزندان مجرد هم به دو قسمت تبدیل میشن میشن زیر 21 بالای 21 به کسانی که برای گرین کارتی هستن با مستقیم اقدام میکنن برای همسرشون و فرزند مجرد زیر 21 شون میشن کاتگوری F دو A کاتگوری فرزند مجرد میشه F 2 B درست؟ حالا بعد از اون طوری که انجام میشه سیتیز رو حالا صحبت میکنیم پس چی یاد میگیریم؟ اگه دقت کنید گفتم گیرین کارتی مستقیم برای همسرش و فرزند مجردش میتونه اقدام کنه گیرین کارتی برای پدر مادرش اقدام نمیتونه بکنه برای برادر خواهرش نمیتونه اقدام کنه برای فرزند مجردش نمیتونه اقدام کنه برای امهش خالهش پسر خالهش پسر اموش اموش هیچ کدوم نمیتونه اقدام کنه رو حساب دوستان اگر که یکی از دوست فامیلتون اومدش ایران توی مهمونی دیدیش گفتش من گیرین کارت آمریکایی دارم گفتش که گفتی پسر امو جان دختر امه جان برای من اقدام کن گفت نمیتونم خیال نکنی نمیخواد کمکتون کنه نمیتونه قانون اجازه نمیده سیتیزن ها, سیتیزن ها میتونن برای همسرشون اقدام بکنن مستقیم برای فرزندان مجردشون اقدام بکنن پایین برای فرزند مجرد بالای 21 شون اقدام کنن میشه کاتگوری F1 برای فرزند متأهلشون اقدام بکنن میشه کاتگوری F3 برای برادر خواهرشون اقدام بکنن میشه کاتگوری F4 و برای پدر مادرشون اقدام کنن که کاتگوری نداره فوریه اقدام سیتیزن برای پدر و مادر برای همسر و فرزند مجرد زیر 21 فوریه کاتگوری نداره ولی خب فوری بهش میگن امیدیت ریلتیف یعنی در خانواده درجه یک فوری طبق قوانین آمریکا یک سال تا دو سال میدونی <تقال> چون طول میکشه مدارک رو باید نگاه بکنن بعد برای کنسولگری یک سال تا دو سال همین سیتیزن هم نمیتونه برای دختر امش به سر خالش اموش اقدام بکنه امو نمیتونه برای برادرزادش اقدام بکنه من این ایمیل این, این مثالایی که میگم بر حسب ایمیلایی که من 400 تا 500 تا ایمیل هفته ای میگیریم بر حسب اونا هستش دیگه مثالا رو خدمتتون میگم حالا همه این کاتگوری ها که خدمتتون گفتم روی یک تونه فرم فرم 130 همه این روابط رو شما بخواید که اقدام بکنید اولین فرمی که میفرستین که به اداره مهاجرت میگویید که آقای اداره مهاجرت من یه گرین کارتی هستم برای همسرم هم میخوام اقدام بکنه فرم 130 رو پر میکنید یه دونه اونجا چک میزنید زیره کاتگوری گرین کارتی برای همسرش هم سیتیزن همه اینا زیر فرم 130 اقدام میشه پس زمانی که آرش میگه که پدر و, بنده، پدر و مادر بنده داره گرین کارت آمریکا میباشند فرم 130 را پر کرده اند یعنی پدر مادر آرش فرم 130 رو به عنوان یک گرین کارتی که برای فرزند مجردش که بالای 21 سال هستش اقدام کردن پس آرش میشه کاتگوری F2B در این مثال طبق صحبت های خودتون یعنی من 6 تا 7 سال طول میکشه که من گرین کارت داده شه. این, این صحبت های من از کجا میاد 6 تا 7 سال؟ یک دونه جدول هستش که دولت آمریکا هر سال هر ماه ماظرا میخوام هر ماه ارائه میده. به این جدول میگن ویزا بولتن. ویزا بولتن. و این ک های F1 F2A F2B F3 F4 همش اون هستش. و نشون میده که هر ماه به اشخاصی که در یک مقطع زمانی گذشته پنج سال پیش، ده سال پیش، دوازده سال پیش بستگی به ستونش داره و بستگی به کاتگوریش داره اقدام کردن الان دارن بهشون گیرین کارت میدن چرا این کار دولت آمریکا میکنه؟ به خاطر کنترل جمعیت و کنترل مهاجرت هستش نه اینکه بگیم که از یک کشوری دوست نداره به اون کشور دیگه میرسه نه فقط کنترل جمعیت هستش که میگه که سیتیزن ها میتونن که بچه های مجرد بالای 21 شون رو 200 تا سالی بیارن گرین کارت یا 100 هزار تا این جمع و تفریق هستش که روی ویزای بولتن ویزا بولتن دقیقا نوشته که چقدر طول میکشه پس آقای آرش که می که خودتون گفتین که 6 تا 7 سال طول میکشه درسته کاتگوری F2 B که الان این برنامه پر میشه اکتبر 2014 هستش دارن کسانی که 2007 اقدام کردن بهشون گرین کارت میدن پس کاتگوری F2 B 7 سال طول میکشه این شماره ها از اون جدول حالا اگه آرش ازدواج بکند قبل از اینکه پدر و مادر سیتیزن میشن چی میشه به پرونده آرش فکر کنیم آرش اگر که فردا ازدواج کنه آرش میشه فرزند متعهل گرین کارتی آیا کاملی گفتین که گرین کارتی نمیتونه برای فرزند متعهل اقدام کنه درسته آن پرونده آرش لغو می شود اگر آرش وایس تا پدر مادرش سیتیزن بشن بعد ازدواج کنه میره کاتگوری اف سه از اف 2 ب میره اف سه اگه ازدواج نکرده باشه میشه اف 1 متوجه شدی؟ اینطوری خیلی قشنگ بالا پایین دست و راست چپ میره حالا ادامه صحبت های آرشب. اگر پدرم سر زمان پنج سال سی سیزن بشه آیا پرونده ای من سریعتر انجام میشه آفرین همون چیزی که داشتیم صحبت میکردیم اگه پدر سر پنج سال سیزن بشه پرونده ای شما از f 2 b میره به f 1 اگه مجرد باشی f 1 کاملا 7 ساله اگه متأهل بشی بعد از اینکه پدر اقدام پدر سیزن شدهش میشه اف 3 اف 3 الان در حدود 10 سال طول میکشه در این مدت آیا از طریق ویزای توریستی یا دانشجویی میتونم برای آمریکا اقدام کنم ببینید <applause> این سوال من خیلی پر... می... از منی پرسن. کسانی که براشون پدر مادرشون خواهرشون برادرشون اقدام کردن این اشخاص اگر که ویزای توریستی اقدام بکنند یکی از درخواست ها و عنصر ویزای توریستی این هستش که شما باید ثابت کنید که قصد مهاجرت به آمریکا رو نداری غیر مهاجری وقتی یک نفر دیگه براتون اقدام کرده برای مهاجرت شما خیلی سخت میشه که شما بگی که قصد مهاجرت نداری چون پدرتون مادرتون در این مسئله در این مثال آرش پدر مادرشون اقدام کردن که گفتن اداره مهاجرت آمریکا پسر ما آرش رو به عنوان مهاجر وارد کنه اداره مهاجرت هم گفته اوکی مالا نگاش میکنم پرونده رو زمانی که شما میری کنسولگری میگی نه من برمیگردم کشور خودم قصد غیر مهاجرت ندارم یک کمی تداخل داره روی این حساب کاری که اشخاص میتونن بکنن بگن که برای ویزای توریستی میتونید شما بگین که من برای ویزای توریستی هم دارم اقدام میکنم پدر مادرم هم اقدام کنه حقیقتو بگین همه مدارکو داره کنسولگری آمریکا دروغ نگید هیچ وقت میدونه فرم 130 فایل شده میدونه پدر مادر شما گیرین کارته شما بگین که قصد مهاجرت درست پدر مادرم اقدام کنم ولی الان من قصدی ندارم تا گیرین کارتم حاضر میخوام برم فقط ببینم ایشونو برگردم ایران اینو بهشون بگید نخواین که دور بزنید حقیقت رو بگید اونا میدونن بخواد بهت ویزا بده با حقیقت تو بهتر بهت ویزا میده اگر که بخواد رده سم کنه که قبلا تصمیمشو گرفته آیا احتمال داره به خاطر سابقه کارم در شرکت نفت به من گرین کارت داده نشود خیر اگر گرین کارت گرفتم با این سابقه کار و مدرک هم آیا در آمریکا کاره. کار کار میتونم پیدا بکنم نمیدونم برای کارای نفتی بیشتر یا در ت... کارایی که در شرکت های نفتی باشند یا در اوکلاهاما هستند یا در تگزاس یا داکوت های شمالی در جایی که نفت خیز هستش هستند جدا جواب سوال شما رو نمیتونم من بدم که هفت سال آینده چگونه خواهد شدش به نظر شما شانسی دارم که واسه ویزای ای بی یک اقدام کنم ای بی یک برای اشخاصی هستش که نخبه هستند یا اینکه مقاله های زیادی نوشتن در رشته خودشون رو دکترا دارن شما فوق لیسانس مهندس شیمی هستی 18 معادله 18 چندین مقاله داخل بین نوشتی سی وی تو میتونی برای ما بفرستی برای eba 1 بفرست بچه ها دو قسمت eba1 ای یک نگاه میکنن بهت نظر میدن ولی آقای آرش من فقط یک چیزی من اینو در مورد همه میگم در مورد همه پرونده های خانوادگی میگم و دقت بکنید شما و من دیدم اینا تجربه 18 سالم دارم خدمتتون میگم من این مسئله خیلی دیدم انشالله خدا پدر مادر شما رو صدها سال بهشون عمر بده ولی عمر جدا دست من و شما نیستش پدرتون که اقدام کردن برای شما حتما مطمئنم بشید که مادر هم اقدام بکنن برای پرونده شما من پرونده هایی رو دیدم که بعضی وقتا هشت سال، نه سال، ده سال توی اداره مهاجرت بوده منتظر بودن و بعد کسی که اقدام کرده بوده متاسفانه فوت کردن و تمام پرونده لغو شدش برای کسایی که پدر مادرشون اقدام میکنن براشون من پیشنهاد میدم و صد درصد میگم که هر دوتا اقدام بکنن که خدایی نکرده اگر که مسئله پیش اومدهش برای یکیشون پرونده از طریق شخص دیگر بتونه که جلو بره اینو دقت کنید در موردش سوال بعدیمون رو خانم ندا میپرسن میگن که نامزد من آقای بابک برای ویزای نامزدی ما هشت ماهه که اقدام کرده و هنوز هیچ خبری نشده و در حقیقت یک نامه اومده که نامه زمیمه هستش من اون نامه رو اتفاقا دیدم دیروز که داشتم این سوالا رو نگاه میکردم. نامه رو دیدم من اون نامه خانم آم، نامه 290 ب بود 290 ب فرمی هستش که اگه پرونده رد شده باشه برای دادگاه تجدید برای تجدید نظره حساب نمیدونم پرونده شما چی شده به نامزدتون آقای بابک که در ایالات متحده هستن حتما بگین که مدارک رو وردارن در یک با یک با یک وکیلی که در ایریا کد آقای بابک 916 هستش در همون ایالت خودشون با یک وکیل مهاجرت صحبت بکنن اگر که دوست داشتن میتونن زنگ بزنن من اگه تو دفتر باشم باشون صحبت میکنم ولی کن اون مدرکی که زمینه کرده بودین مدرکی بودش که مدارک یا ناقص بوده که مدرک رد شده پرونده رد شده به حساب اونو باید پیگیری شما بکنید مدرکی نبودش که پرونده در جریان هستش دقت کنید خانم ساناز میگن که متولد 1981 مجرد و در رشته حقوق ادامه تحصیل میدن والدین من در سال 2006 از طریق لوتوری با موفق به دریافت گرین کارت شدن و در اکتبر 2008 برای من درخواست دادن چون که این کلاس مهاجرته حالا با هم دیگه در موردش فکر میکنیم خانم ساناز سوال برای کلاس خانم ساناز کاتگوری چی هستند سال 2006 پدر مادرش گرین کارت گرفتن پس پدر مادر گرین کارتی هستن خانم ساناز متولد 1981 که الان 2014 است پس بالای 21 مجرد هم هستش پدر مادر گرین کارتی برای فرزند مجرد بالای 21 اقدام کنن میشه کاتگوری F2 B برای 2008 هم براش درخواست کردند نوامبر 2009 اداره, اداره امور مهاجرت به دست نامه به دست ما رسید از آنجایی که دو خواهر من در کانادا زندگی می کنند ببینید کلمات قاطی میشه 2009 نامه به دستشون رسیده پدرم در سال 2012 از دست دادم متاسفانه و مادرم میبایست در آمریکا باشد مادر من برای من درخواست داده پس مادر براشون درخواست داده پدر نده ببینید اون سوالی که آقای آرش گفتم منظورم این هستش اگر پدر درخواست داده بودن در سال 2008 برای خانم ساناز الان اون پرونده از بین رفته بود ولی ایشون خودشون در پرانتز نوشتن که مادرم اقدام کرده و از اون پرونده جلو میره حالا 2008 اقدام کردن الان خانم ساناز f 2 b مثل پرونده آقای آرش برای کسایی که 2007 اقدام کردن دارن ویزا میدن گرین کارت میدن چه مدت زمان تو اخذ گرین کارت من باقی مونده به نظر من یک تا دو سال طول میکشه ادامه تحصیل در رشته خودم حقوق در ایالات متحده به چه صورت است آینده شغلی من برای, برای من به چه طریق میباشد خانم ساناز کسانی که حقوق در ایران خوندند وکیلی که یک رشته حقوق در یک کشوری میخونه در مورد قوانین اون کشور میدونه مثل من که در ایالات متحده دکترای حقوقم گرفتم در مورد قوانین آمریکا میدونم من الان بیام ایران من کاری نمیتونم انجام بدم چون که قوانین ایران رو بلد نیستم و در مورد شما اگر که رشته حقوق خوندین باید تشریف بیارین آمریکا بعد از این گرین کارت گرفتین امتحان الست و امتحان آم تافل و میدارید و بعد الساد اون کنکور دکترای پزشکی است دکترای حقوق هستش بعد اقدام میکنید برای مدارس حقوق و سه سال میخونید که دکتراتون رو بگیرید بعد از اون باید که امتحان پروانه وکالت یک ایالتی رو بگیرید که بتونید که کار انجام بدید چهار سال تا پنج سال طول میکشه در مقطع زمانی که شما الان هستید روی نصاب و آیا وکی آیا وکالت رشته خوبی در ایالات متحده هستش به نظر من بله خیلی از کارهایی که در آمریکا هستش به وکیل احتیاج داره همه وکیل خانواده دارن همه وکیل در مورد هر کاری که بخواید شما کنید یک وکیلی هستش که بتونه به شما کمک کنه به حساب رشته خوبی هستش به نظر من آقای حمید میگن که من یک سیتیزن آمریکا هستم که در سیاتل واشنگتن زندگی میکنم و دوست دارم که نامزد خودم رو از ایران بیارم دوست دارم بدونم که سریع ترین زمان چیست داستان های مختلف من میشنوم بعضیا میگن که در ترکیه اگر که برم ترکیه و اونجا ازدواج بکنم بعضیا میگن که در برم ایران از ازدواج کنم بعضیا میگن که اصلا ازدواج نکنم چیکار بکنم من و این داستان رو من خیلی میشنوم که آیا ویزای نامزدی بهتره یا گرین کارت یا از طریق ازدواج الان یه زمانی بودش که سال 1300 79 1380. ویزای نامزدی خیلی زود وارد آمریکا می شدن ازدواج خیلی طول می کشید الان زمان بندی رو شما نگاه بکنید به نظر من سه ماه تا شش ماه ممکنه که توش فاصله باشه ویزای نامزدی هنوز تندتر میتونه وارد آمریکا بشه تا ازدواج ولی سه تا شش ماه ولی فرقش چی حالا اگر که با ویزای نامزدی وارد بشن اینجا باید در عرض 90 روز ازدواج کنن و دوباره اینجا باید مدارک گرین کارتشون رو بذارن دوباره اینجا باید برن اینترویو در آمریکا مصاحبه باید برن و دوباره یه چیزی در حدود 8 ماه 9 ماه بعد از ورود طول میکشه اگر هم مسائلی در کنسولگری باشه نامزد سیتیزن حق و حقوقش از همسر سیتیزن پایین تره یعنی ما بخوایم شکایت بکنیم در دادگاه اگر مسئله خدای نکرده در کنسولگری باشه مدارک دیر برسه دستشون مدارک کنسولگری دیر وقت ملاقات بده هر چی باشه کار، یک تونه کسی که یک شخصی که سیتیزن باشه بره جل دادگاه بگه همسر من رو یک سال، دو سال، چهار سال طول کشته وارد آمریکا بشه، قاضی بهتر بهش فکر میکنه تا اینکه گوش میده تا بگه نام زدم. روی حساب از نظر درجه بندی خب معلومه که همسر حق و حقوقش بیشتر از نامزد هستش. دو از نظر زمانی خدمت شما بگم آقای حمید به نظر من در هر صورت چه نام زدی چه از طریق ازدواج یک تا دو سال طول خواهد کشیدش حالا سه ما چهار ماه این ور نداره به این جهت اون زمان بندی رو دیگه زمان آیا الان بخواید ازدواج کنید بعد ازدواج کنید اون چیزی هستش که خودتون باید شخصا با نامزدتون تصمیم بگیرین که دست شما میذارم آقای جمشید میگن که اگر زن و شوهری هر دو کارت سبز داشته باشد و شوهر سیتیزن شود آیا سه سال انتظار زن برای سیتیزن شدن از زمان گرفتن اقامت او حساب می شود یا از تاریخ سیتیزن شدن شوهر جالبه سوال خیلی جالبیه یه زن و شوهر هستن با هم گرین کارت دارن الان جمشید میگه که اگه یکیشون سیتیزن بشه آیا اون همسر زنشون سه ساله میتونه که سه سال بعد وایس سیریزن بشه یا اینکه پنج سال بعد وایسه آیا جمشید نظرتون خوب بوده خوب فکر میکردی پنج سال بعد وایسن چون در زمانی که در اون سه سال قانون سه سال به زمانی میخوره که یک سیتیزن از روز اول صد و سی رو فایل کرده از روز اول همسرش با گیرین کارت وارد شده به عنوان همسر سیتیزن وارد شده بعد میتونن که بعد از سه سال اقدام بکنن برای سیتیزنشیپشون در مثال شما هر دوی گرین کارت هستین الان تو حساب بعد 5 سال ایشون وایسن حتی اگر که شما هم سیتیزن آمریکا بشید ولی خوب در موردش فکر کرده بودی آم، آم، ولی 5 سال بعد وایسن خانم آرزو من اینم بهتون میگم آرزو برای اینکه ایمیلشون آرزویه بعضی وقتا من اینو میخونم آرزو بعد آخرش نوشته مثلا با ارادت محمد ایمیل ها با هم فرق داره ولی که این ایمیل از ایمیل خانم خانم آرزو و فامیلیشون نوشتن برادر شوهر من سه, و نیم، سه, سال و نیمه که در آمریکا زندگی میکنه و از طریق گرین کارت لاتوری به آمریکا آمده من و همسرم یک سال ازدواج کردیم و فرزندی نداریم میخواستم بدونم ایشون چه زمانی میتونن برای, اقدام برای ما اقدام برای گرین کارت بکنن و چقدر طول میکشه تقریبا تا آمدن گرین کارت باید جدا از هم برای ما اقدام کنند من جدا و همسرم جدا اگر در طول این مدت ما بچه دار بشیم چی میشه خب الان برمیگردیم پنج دقیقه اول که در کلاس مهاجرت صحبت کردیم فکر میکنیم برادر گرین کارتی نمیتواند برای برادر خودش اقدام کنه درسته پس بعد وایس. تا سیتیزن بشه سه سال و نیمه که گرین کارت داره برادر شوهر ایشون پس تا یک سال و نیمه دیگه واجد و شرایط میشوند که سیتیزنشیپی اقدام بکنن پنج سال از زمانی که گرین کارت گرفتن شش ماه بعدش تا قاعدتا باید پروندشون مرور بشه و بهشون سیتیزنشی بدن پس دو سال دیگه ایشون سیتیزن میشن زمانی که سیتیزن شد روز بعدش میتونه که برای برادرش و همسرش یعنی خانم آرزو اقدام بکنن که گرین کارت بگیرن خانم آرزو اگه که برادر و همسر برادر در اون موقع فرزندی دارن فرزند هم زیر مجموعه هستش یک دونه فرم 130 بسته یک فرم 130 بسته چقدر زمان طول میکشه میشه کاتگوری F4 F4 الان که در اکتبر 2014 این برنامه هستش ژانویه یعنی ماه یک 2002 رو دارن الان مرور میکنن و بهشون دارن گرین کارت میدن بدین جهت در حدود 12 سال یا بیشتر طول میکشه که حاضر بشه 12 سال به علاوه دو سال که سیریزن بشن میشه 14 سال خانم آرزو طول میکشه که شما بتونید که از طریق برادر شوهرتون به یالات متحده مهاجرت کنید آقای علی میگن که بنده گرین کارت آمریکا رو دارم از طریق لوتوری در سال 2012 به دست آوردم و حدود دو ماه است که در تگزاس ساکن شدم. میخوام فرم 130 رو پر کنم. چند سوال دارم. همسر بنده معذر میخوام داشتم نگاه میکردم میگن همسر بنده در 2012 لوتوری رو بردن دو سه ماه الان در در تگزاس هستن. خب پس همسر گرین کارتی حالا میخواد برای همسر خارجیش اقدام بکنه فرم 130 همون فرمی که همین باید اقدام کنن ایشون شغلی ندارن آیا این مسئله مانعی است در, در, اجرای اقدام برای گرین کارت بنده الان خیر در زمانی که فرم 130 رو اقدام میکنید فقط میخواین که شما اداره مهاجرت میخواد رابطه خانوادگی رو ثابت کنید الان فقط شما اون قباله ازدواجتون با کپی شناسنامه ها با, با, ترجمه ها رو احتیاج دارید روی فرم 130 رو بخونید قشنگ بهتون گفته که چه چیزایی احتیاج دارید پس الان اگر که همسر شما شغلی ندارند نباید نگرانش باشین چقدر زمان طول میشه که پرونده بنده به نتیجه برسه خب همسر گیرین کارتی میشه کاتگوری F2 A F2 A الان طرف های دو تا سه سال طول میکشه آیا اقدام توسط وکیل تأثیری بس... ب... تأثیر در زمان در تغییر زمان نتیجه دارد و چگونه خیر وکیلا شعبد باز نیستن ماها اون زمان بندی روی ویزا بولتن رو نمیتونیم عوض کنیم نمیتونیم روی هیچ فرقی نداره که همسر شما از طرف دفتر وکالت من اقدام بکنند یا اشخاص دیگه یا خودشون همه یک نوع هستن همه تو یک صف نیستن. به دین جهت تشویقشون میکنم که برای خودتون پولتونم تلف نکنید نریزین بیرون و خودتون میتونید که این کار انجام بدین برای چی میخواین رو دفتر وکالت من خرج کنید نکنید من این کلاس های مهاجرتی رو گذاشتیم که خودتون بکنید انجام بدین این کارا رو خیلی هم ساده استش فرم 130 رو به همسایتون بگین پرینت کنن از روی وبسایت uscis.gov gov پرینتش میکنن پر میکنن آدرسش هم اونجا گذاشته میفرستن و بعد تو صف باید وایسید من اتفاقا الان شنیدم که بعضی از اشخاص هستن توی برنامه ها میان میان آقا نه به من هزار دلار بده به من دو هزار دلار بده جاتو تو توی زمان بندی جلو میندازم نه زمانی بودش توی ایران فوتبال بازی میکردیم صف بودش ملت زنبیلشون رو میذاشتن میرفتن که کارهای دیگهشون انجام میدادن بعد برمیگشتن این زنبیله رو بعد مثلا اون کسی که پولش من جلو میذاشت از این برنامه‌ها هم فکر میکنن که مثلا بعضی از اشخاص خیال میکنن که ملت خام هستن این چیزا رو میگن که ملت رو گول بزنن اینجا نه زنبیله میشه جلوی کسی دیگه گذاشت نمیشه عقب آورد هیچ نیستش همون زمان بندی که روی ویزا بولتن گفته میشه همونو همه رعایت را، میکنن و هیچ کس نمیتونه که پرونده ها رو بالا پایین کنه سوال بعدیمونم باز هم آقای علیرضا میپرسن میگه که علیرضا میگه من تقا... من یک فردی هستم که گرین کارت دارم از طریق لوتوری بردم و به آمریکا آمدم متاسفانه شماره سوشال سکیوریتی من که همون کارت ملی هستش به دست افرادی افتاده که قابل اعتماد نیستند چون در منزل اونها اقامت داشتم و سوشال سکیوریتی من با آدرس آنها آمده دکتر کاملی این افراد من رو تشویق کردن که یک وکیل هم بگیرم برای کارهای لوتوریم و من قرارداد وکالتی رو امضا کردم دکتر کاملی تو رو خدا به من بگید چه سوء استفاده هایی میشه از سوشال سیکوریتی من بشه چون من در آمریکا نیستم و با این قرارداد وکالتی که به من امضا کردن چه کارهایی میشه انجام بدن اون افراد آیا من میتونم وکیل رو عزل کنم آیا من میتونم به دولت آمریکا اعلام کنم من در آمریکا نیستم آیا ممکنه شماره ای سوشال سیکوریتی من عوض بشه استدعا دارم که به من کمک کنید آقای علی رضا. یک شماره سوشال سیکیوریتی و آن کارت ملی امکان عوض شدنش نیستش دو آیا اشخاص میتونن که از کارت ملی شما استفاده بکنند و اعتبار برای خودشون باز بکنند و وام بگیرن کارت کردیت کارت بگیرن بله میتونن متاسفانه به این کار توی آمریکا میگن identity theft دزد دزدی هویت یک نفر دیگه و حداقل این کار در ایالات متحده زیر قانون فدرال آمریکا حداقل دو سال زندان داره هر کسی که این کار انجام بده ولی خب خیلی از اشخاص این کار انجام میدن باید شما کاری که بکنی وارد آمریکا بشی در زمانی که وارد آمریکا میشی یک تونه وبسایت هستش freecreditcardreport.com کردیت ریپورت تو فری کردیت ریپورت شما اینو کردیت ریپورت تو بگیر ببین که آیا از طرف از اسم شما استفاده شده یا نه بعد کاری که میتونی بکنی اون قرارداد وکالت تو میتونی ازلش کنی به اون وکیل میگی که من دیگه نمیخوام تو وکیل من بشی و بعد اگر که از طرف شما اعتباری گرفته باشن شما میتونی که اعلام بکنی که من اون نیستم که اعتبار رو گرفته خب با امضا و همه چی یکی میکنن میتونن که مقایسه کنن متوجه میشن و بعد از اون خیلی باید تو مراقب باشی از نظر کارهایی که انجام میشه دقت بکن دقت بکن خیلی مسائل شده که ملت از کارت ملی و سوشال سکیوریتی اشخاص دیگه استفاده کردن بدین جهت حتما وارد ایالات متحده بشو و خودت در اینجا باش و دنبال این کار رو بگیر سوال بعدی ما آم اسم 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 نداریم شخصی میگن که یک سال و نیمه در گرین کارت آمریکا از طریق لوتوری رو گرفتم و از مکتون به دلیل تمام کردن این دوره دکترای دام پزشکی در ایران هستم فرم 130 رو ازدواج کردم حدود هفت ماهی پیش ازدواج کردم فرم 130 رو پر کردم و اقدام کردم برادرم از آمریکا پستش کردن سوال من این است که من آدرس محل زندگی مشترک را در ایران درج کردم و سوال کردم از اداره مهاجرت برای اینکه به ایران پست بفرستن یا نه پستی که از اداره مهاجرت میفرستن بعضی وقتها به ایران میاد بعضی وقت نمیاد و ما دقت میکنیم که بعضی وقت بر برمیگرده دیگه دست اداره پست در چه کاتگوری هستن ایشون کاتگوری F2A میشن ایشون آیا پاس سفید گرفتن؟ حدود نه ماه دیگه پاس سفید من تموم میشه پاس سفید هم ایشون گرفتن چون کار همسرم درست نشده من میتونم دوباره پاس سفید بگیرم بله ولی باید در آمریکا باشین باید شما در ایالات متحده حضور داشته باشین برای اقدام پاس سفید چون که بعد براتون باید انگشتنگاری بذارن که در آمریکا حضور داشته باشین وقتی پاسپورت سفید رو اقدام میکنید خانم فاطمه میگن که همسرم سیتیزن آمریکا سعود 6 سال است در ایران زندگی میکنه و دو سال از ازدواج کردی میخوام بدونم من چطوری میتونم گرین کارت و بعد سیتیزن بشم و چقدر هزینه داره و چقدر طول میکشه خانم فاطمه کسانی که گرین کارت یا سیتیزن شیپی هست سیتیزن, سیتیزن آمریکا هستن گرفتن اقامت برای همسرشون حق نیست امتیازه اینو دقت کنید کسانی که حقوقدان هستن متوجه میشن که فرق حق با امتیاز چیه امتیازی هستش که دولت داده که همسر سیتیزن, شی... سیتیزن در آمریکا همسر خارجی رو بیاره که بهش ملحق بشه خب همسر شما شش ساله در ایرانه شما برایش میخواین گرین کارت بگیرید برای میخواین گرین کارت بگیرید که به همسرتون ملحق بشین خب همسرتون ایرانه و این سوالو من نمی کنم. این سال کنسول آمریکا ازتون میپرسه پس شما کاری که باید انجام بدین الان فرم 130 رو همسرتون میتونه اقدام بکنه یک سال طول میکشه که کارهای اداریش در اداره مهاجرت انجام بشه بعد میره وزارت امور خارجه برای گرفتن برای فرستادن به کنسولگری که با شما اینترویو کنه زمانی که رفت وزارت امور خارجه به همسرتون بگین برگرد آمریکا اگه میخوادش برای شما گرین کارت بگیره که بعد در آمریکا کاری داشته باشه در اینجا سکونت داشته باشه که شما رفتین کنسولگری بعد از یک سال بعد ماه بعد بگین شما که من دارم میرم به همسرم ملحق بشم کنسول ازتون میپرسه که اتفاقا یه پرونده‌ای بودش از آنکارا مادری اقدام کرده برای دخترش دختر رفته بود اینترویو مصاحبه رفته بود کنسول برته بود مادرت کجاست دخترم ایشون هم گفته بودن خب مادر من آمریکاست گفت خیلی عالیه به مادرت بگو همین امروز همین امروز بره روزنامه محلی رو بخره یه عکس بگیره با زمان روزنامه در همون شهری که هستش کدوم شهر لس آنجلس بسیار عالیه روزنامه لس آنجلس رو برداره یه دونه عکس بندازه برای ما اسکن کنه بفرسته فکر کنید چون حرفش درست بود میگفتش ملحق بشید دختر میخواست به مادر ملحق بشه <تصحب> ولی مادر اونجا نبوده که عکس بندازه بگه ملحق بشه اینها رو دقت کنین دوستان زمانی که فرم 130 رو میفرستین اشکال نداره اگه از خارج از آمریکا سکونت داره آن سیتیزن یا آن گرین کارت ولی زمانی که دارین میرین کنسولگری یا پرونده به وزارت امور خارجه فرستاده شد دیگه برگردین آمریکا دیگه اینجا سکونت داشته باشین که آن فامیل خارجی که میخواد به شما ملحق بشه بگه که دارم میرم آمریکا ملحق بشن به گرین کارتی به سیریزن چقدر طول میکشه؟ دو سال تا سه سال هزینهش چقدر هستش هزینه های فرم 130 هستش با علاوه اینکه هر وکیلی دیگه اگر که بخوایم با وکیلا کار کنید اه اه حق به کاری خودشون میگیره متفاوت هستش با وکلا صحبت کنید میتونن که بهتون بگن که چقدر باتون ازتون میگیرن خانم زهره فکر کنم زهره هستن ایشون خانم زهره <تصفح> میگن که من به همسرم برنده لوتوری 2009 هستیم من این چقدر ملت دوطوری میبرن برنامه این ماه هم ماه دوتوری هستش که ماه این برنامه رو اگر تکرارش رو دو ماه دیگه میبینید بذار این معنام بهتون بگم این برنامه که الان هستش 26 مهر 26 مهر 1393 داره پخش میشه یعنی پنج روز دیگه از زمان مذرب میخوام در حدود 17 روز دیگه نمونده بیشتر تا زمانی که لوتوری برای سال آینده الان زمان ثبت ل... نام هستش این برنامه را الان دارید می‌بینید حتما ثبت نام کنید برنده لوتوری 2009 هستم من یه سال در خوزه سیریزن شیپی دارم در تاریخ صدور گرین کارت ما 28 فوریه 2010 هست و تاریخ 28 فوریه 2015 ظاهرا ما باید بتونیم برای سیریزن شیپی اقدام کنیم 5 سال از زمانش درسته نکته اینجاست که سال اول وقتی ما اولین مرتبه وارد آمریکا شدیم برای فعال سازی گرین کارت چهار روز در هتل موندیم و برای مدت حدود یک سال برگشتیم ایران بهتره بگم سال اول دقیقا به مدت یازده ماه و 20 روز خارج از آمریکا بودیم اوکی. 11 ماه و بیس روز با یک سال فرق داره و زیر یک سال بودیم چون اگه بالای یک سال از آمریکا خارج باشین از اون زمان دیگه باید شروع کنیم اون قهر چی قبلش بوده حساب نمیشه برای شمردن که چقدر باید شما وایس این تا در چهار سال بعدی به کل من کلا به قصد ویزیت فامیل دو بار آمریکا رو ترک کردم یک بار در سال 2013 و یک بار در سال 2014 که هر دو دفعه همسرم همچنان آمریکا اقامت داشت ببینید من راحت بهتون بگم حالا شما زمان بندی ها رو اینجا گذاشتید زمان ها رو گذاشتین که من توی تلویزیون نمیگم که بقیه خسته بشن من زمانا رو بهتون بگم خیلی راحته شما در پنج سال آیا سی ماه تو آمریکا بودید یا خیر جواب جمع و تفریق رو خودتون انجام بدید در پنج سال آیا سی ماه در ایالات متحده بودید یا خیر و اگر بیشتر از شش ماه از شش ماه تا یک سال از کشور خارج بودید باید دلیل خوبی داشته باشید باید دلیل خوبی داشته باشید پدرم مریض بود مادرم مریض بود دیگه هر دلیل قانونی و درست و حقیقت در زمانی که شما میرین سیتیزن میشین دستتون رو بالا میبرید قسم میخورید اگر دروغ شما رو خدایی نکرده خدایی نکرده نه که شما بخواید دروغ بگین نه اگر دروغی گفته بشود و دروغتون در بیادش برای مدت پنج سال از زمانی که شما اینترویو رفتین و درو گفتین شما رو جریمه میکنن و نمیگذارن سیتیزن شید برای همین دوستان بهتره آدم شش ماه یک سال بیشتر وایسه تا اون سی ماهش درست پر بشه تا اینکه جریمه برای پنج سال بشه دقت کنید سوال آخر امروزمون رو آقای رضا میپرسن میگن که در مورد پاسپورت سفید یه سوالی دارم من گرین کارت آمریکا دارم و الان در آمریکا هستم میخواستم بدونم برای گرفتن پاسپورت سفید چی کار باید کنم فرم 130 رو پر کنم 131 رو پر کنم این پاسپورت از یک سال اگر از آمریکا خارج بشم چی میشه آیا برای سیتیزنشیپی من اون زمانی که خارج شدم به حساب میاد یا خیر آقای رضا هر زمانی که شما از آمریکا خارج باشید با آن پاسپورت سفیدم خارج باشین بر ضد شما برای زمانی که در ایالات متحده باید حضور داشته باشین استفاده میشه شما پاس سفید رو میگیرید اینکه بتونید که اقامت تو نگهداری نه سیتیزن بشی اقامت تو نگهداری که من الان مقیم آمریکا هستم ولی برای مدت دو سال ممکنه که از آمریکا خارج باشم به من اجازه بدید اون دو سالی که خارج هستی بر ضد شما در اون پنج سالی که باید پر بکنی استفاده میشه چون تو آمریکا نبودی هیچ متممه قانونی نیستش که بگه که چون پاس سفید داری اون زمانت بر علیه استفاده میشه نه میشه روی این حساب اگر که آیا پاسپور سفید میتونه گرین کارتی بگیره بله آیا با آن میتواند تا دو سال از خا... آمریکا خارج باشد بله آیا آن پاس سفید وقتی که به تاریخ انقضاش رسید میتونه پاس جدید بگیره بله آیا اون دو سالی که از آمریکا خارج باشه یا یک سال و نیم هر از آمریکا خارج باشه بر ضد ایشون برای زمان بندی سیتیزنشیپ استفاده میشه بله دوستان از اینکه وقتتون رو من دادین متشکر هستم امیدوارم که بتونم که تونسته باشم که جواب بعضی از سوالایی که در مورد گرین کارت سیتیزنشیپ پاسپورت سفید چه نوع گرین کارتی میتونن که اشخاصی که گیرین کارتی هستند و سیتیزن هستند برای اشخاص دیگه بگیرن جواب داده باشم تا جلسه بعد که با هم گفتگویی داشته باشیم برای شما ایزان شب ها و روزهای بسیار عالی رو آرزو میکنم متشکرم خدا نگهدار قدم اول مهمه خیلی هم مهم میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید همه رازهای مهاجرتی در تی, ام تی